هل من مبارز نعره دنیا را تکان میداد، در خندقی خود کنده شهر از ترس جان میداد. اینک سوار کفر زیر رقص شمشیرش لبخند شیطان را به پیغمبر نشان میداد. یک مرد آیا نیست؟ این را کفر میپرسید. آن روز ایمان مدینه امتحان میداد. هر کس قدم پس میکشید و با نگاه خود بار امانت را به دوش دیگران میداد. با شان خالی کردن مردان پوشالی کم کم رجزها مزه زخم زبان میداد. رخصت به تیغ میدهی؟ این را علی پرسید، مردی که خاک پاش بوی آسمان میداد. فرمود نه بنشین علی جان، تو جوان هستی. آری همیشه پاسخش را مهربان میداد. حلم مبارز نعره گویا از جگر میزد، فریاد او بر قامت شهر گویا تبر میزد. او میخروشید، رجز میخواند و بر میگشت. او مثل موجی بود که بر صخره سر میزد. زنها میان خانه ها شیون بپا کردن، انگار تک تک خانه ها را نعره در میزد. یک بار دیگر اذن میدان خواست از خورشید. لبهای شیرین علی حرف از خطر میزد. فرمود نه، هرچند که قلب علی را دید مثل عقابی در قفس که بال و پر میزد. حلم مبارز باز زانوی علی تا شد. این بار دیگر اذن میدان یک تمنا شد. فرمود پیغمبر علی جان، یا علی برخیز. خندید، بند از دستهای شیر حق وا شد. برز الایمان کله الى الشرک کله. آشکار شده، ظاهر شده ایمان. اینجا نمیگه علی، توصیف، توصیف عجیبیه. پیغمبر میایه علی را توصیف میکنه که این ایمان در برابر. ببینید در کلام عربی خیلی رسم کسره که میخواییم زیاد توصیف کنیم اون صفت را در برابرش کار میگیریم. میگیم مثلا خیلی تعبیر جالبیه در کتاب‌های ادبیات، میگه زیدون عدلون، یعنی ای آقای زید اونقدر عادله که نفس عدالت شده. اینجا پیغمبر میگه علی رو توصیف میکنه، میگه برز الایمان. اسم هم از این نمیبره، اسم هم از حضرت علی علیه السلام نمیبره، میگه ایمان تمامش، کله در برابرش توصیف میکنه شرک. عمر ابن عبدود را به شرک کله، یعنی او تمام شرک است، این تمام ایمان است. اینجا آشکار شده و ظاهر شده تمام ایمان در برابر تمام شرک. ضربت علی یوم الخندق بله افضل من عبادت الثقلین.